سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. توجه کنید به تعداد گزارشات اقتصادی که در طول هفته بعد دسترس ما قرار گرفته است. از پروژه کاسا 1000 برای افغانستان برق دادن نمی شود. برخلاف برنامه قبلی که 3 دستگاه تبدیل کننده انرژی برای تولید برق در پاکستان، تاجکستان و افغانستان نصب شد، اما اکنون تصمیم این است که چنین دستگاهی در افغانستان نصب نشود. در پروژه کاسا 1000 تفاهم شده است که 1000 مگاوات برق برای پاکستان و 300 مگاوات برای افغانستان داده شود. اما مسئولان در وزارت انرژی و آب میگویند پس از این به سهم افغانستان در این پروژه فکر نمی شود. در پروژه کاسا 1000 تفاهم شده است که 1000 مگاوات برق کشورهای آسیای میانه از طریق افغانستان به پاکستان انتقال داده شود. تفاهم همین گونه بود که برای افغانستان در این پروژه 300 مگاوات برق داده شود. اما اکنون مسئولان در وزارت انرژی و آب میگویند که شرایط این پروژه تغییر کرده است. پیش از این در نظر بود که یک دستگاه تبدیل کننده انرژی با ظرفیت 300 مگاوات برق نصب میشد، اما افغانستان اکنون این امتیاز را از دست داده است. به خاطر از این بعض تغییرات صورت گرفت که از جمله از این تغییرات این بود که به جای سابستیشن یک کانورتر هست در پل خمری، اونها روی یک سابستیشن بک تو بک به اصطلاح سرمایه گذاری کنن. اول که این مسئله ما براتون میخوایم بگم که هر آپشن از نظر اقتصادی باید بررسی بشه. برق کاسا 1000 در حدود فی کیلووات ساعت 8.1 سنت است و در حال حاضر افغانستان از ترکمنستان و ازبکستان برق ارزانتر رو خریداری میکنه. اما اتحادیه صنعتکاران این تصمیم دولت را انتقاد می کنند و ناشی از فشارهای پاکستان می خوانند. با گفته مسئولان این اتحادیه، 300 مگاوات برق صدها کارخانه را فعال می ساخت و برای هزاران تن دیگر زمینی کار مساعد می کرد. متاسفانه اوس بیا خبر شد چه پدی که مخکی قرارداد شد چه یو کنویتر با افغانستان که نسبیگی چه دغه برق کنترول شد. 1000 مگاوات پاکستان تلاش شد، 300 مگاوات پا افغانستان که پات شد. خو متاسفانه لکه چې نوی کابینی یا نوی وزیر دا قرارداد کړی چې دا 1500 میگاواټ برق باید پاکستان ته لاړ شي او افغانستان ته نه پات کیږي. دا دوه لحاظ زموږ د خلکو او زموږ د ولس خصوصا د افغانستان لپاره په منفی تاثیر کوي. کار کاسا 1000 که در سال روان آغاز شده است، برق قزاقستان و تاجیکستان را از طریق افغانستان به پاکستان انتقال می دهد. کار این پروژه در سال 2018 میلادی تکمیل می شود. مسئولان ریاست برق بلخ می گوید عواید این اداره نسبت در 7 ماه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 50% افزایش یافته است. رئیس اداره برق ولایت بلخ می گوید سال گذشته عواید این اداره 998 میلیون افغانی بود و مقدار عوایدی که امسال توسط این اداره جمع آوری شده به 1.7 میلیارد افغانی می رسد. عواید اداره برق ولایت بلخ در 7 ماه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 50% افزایش را نشان می‌دهد. محمد نسیم گنجی رئیس این اداره می‌گوید مدیریت سالم و مسئولیت پذیری مشتریان برای پرداخت به موقع صرفه برق سبب شده که عواید این اداره افزایش یابد. ما در جریان سال گذشته در جریان 7 ماه اول در حدود 988 میلیون افغانی جمعوری عواید داشتیم، در حالی که فعلا در جریان سال 1395 در 7 ماه اول جمعوری عواید ما 1.764 میلیارد افغانی هست که این به ذات خود تقریبا در حدود احتمالا 40-50% افزایش نشان میده. آقای گنجی میگوید 95% باشندگان شهر مزار شریف و ولسوالی های ولایت بلخ به خدمات برق دسترسی دارند و قرار است در سال پیش رو برق وارداتی از کشور ترکمنستان نیز توسط اداره برق بلخ مورد استفاده قرار گیرد تا مشکل کمبود انرژی برق و پرچوی ها کاهش یابد. خود به منبع سیومی که عبارت از برق ترکمنستان است به او وصل کنیم و پلانی داریم که کوشش خواهد کردیم که در جریان سال نو سال 1396 ما بتانیم ولایت بلخ به
برق ترکمنستان هم وصل کنیم. در او صورت منبع ما سه میشه و در او صورت تأمین برق ما نسبتا مطمئن تر خواهد شد. مسئولان برق بلخ می گویند ولسوالی های شلگره، زاری و چمتال از جمله ولسوالی های هستند که تاکنون برق شهری به آن مناطق انتقال نیافته و مردم بیشتر از برقابی و نوری استفاده می کنند. مسئولان تلاش دارند در آینده برای باشندگان این مناطق نیز برق رسانی کنند. اداره مستقل هوانوردی می گوید در سال روان به خزانه دولت 3 میلیارد و 800 میلیون افغانی عاید وارد کرده است. آنان می افزایند نسبت به هدف تعیین شده به اندازه قابل توجیه عاید بیشتر کمایی کردند. آگاهان اقتصادی می گویند در تمام اداره ها برای افزایش عاید ظرفیت های کافی وجود دارد. اما موجودیت فساد در واحد های بودجه این سبب شده است که عواید در پروژه های انکشافی هزینه نشود و به جیب اشخاص فرو رود. اداره مستقل هوانوردی میگوید از هدف تعیین شده در سال روان عاید بیشتر به دست آورده است. با گفته مقام ها در این اداره 3 میلیارد و 800 میلیون افغانی به وزارت مالیه تحویل داده شده است. سخنگوی اداره مستقل هوانوردی علت افزایش عاید این اداره را در رعایت معیارهای داخلی و جهانی مرتبط میداند. در جریان سال 2016 میلادی اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان بیش از 3 میلیارد و 800 میلیون افغانی عاید داشته. ما امیدوار هستیم که با پایان سال و تحلیل ارزیابی نهایی از بخشای مالی ما شاهد افزایش فیصدی در عواید اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان در جریان سال جاری باشیم. آگاهان اقتصادی میگویند در تمام اداره ها ظرفیت کافی برای جمع‌آوری عاید وجود دارد. با گفته آنان پولی که جمع‌آوری می شود باید برای رفاه مردم هزینه شود، اما واحدهای بودجه ای ظرفیت هزینه این همه را ندارند. عوایدی که به دست فکر میکنیم که به صورت شفاف مصرف نمیشه، در کنار از او کشمکش های داخلی موجود است و مافیای اقتصادی، بروکراسی و وقت ضایع کردن، همچنان یعنی تمام عواملی است که در عواید و مصارف بودجه زیاد مشکلات با بار آورده. فساد یکی هم از عوامل بسیار عمده و اساسی در سر راه همین عواید وجود داره. این آگاهان تاکید دارند که تمام اداره ها باید از هزینه بودجه انکشافیشان به مردم وضاحت دهند تا مردم در مورد مالیاتی که تحویل می کنند و چگونگی مصرف آن آگاه شوند. آنان می گویند یک سال می شود که از کردیت کارت تلفن مالیات جمع می شود، اما سرنوشت آن روشن نیست که در کجا به مصرف می رسد. کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان در تلاش آوردن اصلاحات در نظام مخابراتی کشور هستند. اعضای این کمیسیون میگویند که بزودی در هماهنگی با وزارت مخابرات و مالیه روی چگونگی تحویل دهی محصولات مخابراتی طرحهای را به اجرا خواهند گذاشت. کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان میگویند تلاش دارند تا اصلاحات را در نظام مخابراتی کشور به وجود آورند. آنان در زمان رایدهی بر رئیس جدید این کمیسیون ادعا دارند که هنوز چگونگی تحویل دهی محصولات مخابراتی روشن نیست. کارهای روی دست داریم که یکی از کارهای بزرگ ما این است که مسئله محصولات مخابراتی که تا فعلا هم گنگ مانده، قانون پاش را وعده و تعهد که از طرف وزیر صاحب مالیه، وزیر صاحب مخابرات و رئیس جمهور شده که باید در حدود 3 ماه الی 6 ماه ما سیستم را ایجاد میکنیم که باید یک حسابدهی درست باشه، کمی شرکت هایی که پول را به دولت میدهیم این پول درست هستند. این در حال است که وزارت مخابرات و مالیه روند تحویل محصولات مخابراتی را شفاف دانسته میگویند جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. وزارت زراعت برنامه جدید را برای رشد و توسعه کشاورزی در کشور به اجرا گذاشته است. مسئولان در وزارت زراعت هدف این برنامه را حمایت بخش خصوصی در زمینه معیاری شدن زراعت و ایجاد شغل می دانند. این برنامه به هزینه 12.5 میلیون دلار زمینه را برای سهمگیری بخش خصوصی مساعد می کند.
وزارت زراعت در چارچوب برنامه کاردی اف برنامه جدیدی را برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی برا انداخته است. ایجاد دو کارخانه بسته‌بندی و تولید پنبه در ولایت هلمند، ایجاد یک کارخانه نخ در ولایت بلخ، ساخت بیش از 10,000 محل برای پرورش مرغ و ایجاد چندین سردخانه شامل این برنامه است. چندین زنجیره انکشافی سرمایه گذاری صورت می گیرد که بخش مرغداری است، سبزیجات است، لبنیات، انگور، اصل، پنبه، انار و زعفران می باشد. کنفرانس امروزی به می هدف است که ما یک بسته از سرمایه گذاری های در امی عرصه ها اعلام کنیم و سکتور خصوصی را تشویق کنیم که بیاین یک جا با حکومت در قسمت رشد زراعت همکاری کنند. برنامه جذب سرمایه گذاری وزارت زراعت به همکاری بریتانیا و دنمارک صورت می گیرد. بریتانیا با توسعه اقتصادی افغانستان متحد است تا سکتور خصوصی را کمک کند که برای رشد اقتصادی افغانستان مهم هم است. تعداد از پروژه های زیربنایی برنامه کاردف در حال حاضر تحت سروی و دیزاین قرار دارد و به سال 2017 یعنی سال آینده این پروژه ها به زودی پروسه تدارکاتش تکمیل و به تطبیق آغاز کات نمود، البته از طریق سکتور خصوصی. به اساس آمارها 55 شرکت خصوصی در بخش زراعت و مالداری 567 میلیون افغانی سرمایه گذاری کردند. وزارت زراعت جذب سرمایه گذاری را برای انکشاف تولیدات داخلی، جلوگیری از محصولات بی‌کیفیت و واردات محصولات زراعتی مهم می‌داند. مسئولان نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان میگویند برای رشد اقتصاد در این کشور ظرفیت کافی وجود دارد و باید برای رشد بیشتر تلاش شود. آنان تلاش دارند تا اقتصاد افغانستان در منطقه یک رقیب خوب باشد. به این منظور قرارداد 5 میلیون دلار کمک اتحادیه اروپا به وزارت تجارت و صنایع امضا شد. وزارت تجارت تلاش می کند تا از این کمک در رشد تولیدات داخلی استفاده کند. بخش از مرکز تجارت جهانی در کابل گشایش یافت تا تلاش ها برای بهتر شدن روابط و رشد اقتصاد کشورهای منطقه سرعت یابد. اتحادیه اروپا هنگام گشایش این دفتر بر نقش سکتور خصوصی در رشد و انکشاف اقتصادی تاکید کرد. با آنکه افغانستان نمیتواند با آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی رقابت کند، اما تلاش میکنیم تا فعالیت‌های اقتصادی این کشور موازی با پاکستان، ایران و کشورهای آسیای مرکزی شود. اتحادیه اروپا قرارداد کمک 5 میلیون دلاری را نیز با وزارت تجارت و صنایع امضا کرد. این پول تا سال 2019 مصرف خواهد شد. با این پول همه راهبردهای بازرگانی مطابق معیارهای سازمان تجارت جهانی خواهد شد. 2. راهکار ملی صادرات ساخته می شود. 3. تولیدات مطابق به استانداردهای جهانی می شود. 4. ظرفیت‌های داخلی وزارت تجارت و صنایع ارتقا می یابد. وزیر تجارت می گوید برای رشد بازرگانی کارهای صورت گرفته است، اما کافی نیست. در سال 2016 برای رشد اقتصاد افغانستان تا حد کارهای صورت گرفته، اما اکنون هم مشکلات وجود دارد. نمایندگی سازمان تجارت جهانی گام مثبت برای رشد اقتصاد افغانستان است، اما برخی از آگاهان میگویند ظرفیت خوب در میان جوانان کشور وجود دارد، اما نهادهای مسئول کمتر از این ظرفیت ها در نهادهای حکومتی استفاده می کنند و روش تقرر افراد شفاف نیست. طرح بودجه سال مالی 1396 از سوی وزیر مالیه به مجلس نمایندگان ارائه شد. وزیر مالیه میگوید مجموع بودجه سال آینده مالی 466 میلیارد افغانی است که 287 میلیارد افغانی بودجه عادی و 176 میلیارد افغانی دیگر بودجه توسعه‌ای می باشد. در طرح پیشنهادی بودجه بیشترین هزینه به بخش های امنیت، زیربنا، آموزش، زراعت اختصاص یافته شده است. در این حال برخی نمایندگان می گویند که در بودجه توازن در نظر گرفته نشده است. وزیر مالیه طرح بودجه سال مالی 1396 را به مجلس نمایندگان ارائه کرد که بیشتر آن به بخش‌های امنیت، زیربنا، معارف و کشاورزی ویژه شده است.
در این طرح 36% به بخش امنیت، 21% به بخش زیربنا، 13% به بخش معارف و 6% دیگر به بخش کشاورزی ویژه شده است. اکلیل حکیمی وزیر مالیه میگوید در سال جاری میزان رشد اقتصادی افغانستان 2.9% بوده و برای دو سال آینده این رقم 3.5 و 4% پیش بینی شده است. وزیر مالیه همچنان از افزایش درآمد داخلی خبر داده میگوید برای سال آینده 150 میلیارد افغانی درآمد داخلی پیش بینی شده است. با گفته وزیر مالیه بودجه سال 1396 با در نظر داشت توازن نیازمندی های کشور و اولویت های انکشافی آماده شده است. مسوده بودجه ملی 1396 با توجه به امکانات مالی برنامه های انکشافی افغانستان شمول رشد اقتصادی، ظرفیت مصرف ادارات، چارچوب انکشاف ملی افغانستان و تعهدات حکومت در برابر جامعه جهانی و ملت افغانستان تهیه گردیده است. وزیر مالیه میگوید در بودجه توسعه سال آینده 177 پروژه جدید در نظر گرفته شده است که بیشتر در بخش های زیربنا، زراعت، معارف و صحت است. اما شماری از نمایندگان در مجلس برخی هزینه های بودجه را خیالی می دانند. وقتی مردم با عزت هرات آمدن به خاطر دادخواهی که سرک هرات چشت شریف چرا غیر نمیشه، وزیر مالیه در حضور رئیس جمهور میگه که این پولی که در سند بودجه بوده این خیالی بوده، پول وجود نداشته. امروز برایشان بگیم که شما واقعا راست بگیم، اگر پول دارین به ما بدین، اگر ندارین نه خیالی بودجه بدین نه وزیرای خود به چالش بکشانید. زابل دی ولایت به ارتباط ترولم څلور کال کیږي چې د یو سټډیوم په نوم باندې $3,00,000 گویا تش د کاغذ په نوم باندې ورکول کیږي. دا یو بیلګه ده، دغه څه درواخلی اول څه په خپل باندې درات راي ورته ورته، اما په هغه نوم باندې نه، پدینوم باندې درات راي ورته ورکوم چې انډول او عدالت پکې نه دی تامین. وزیر مالیه عدم مصرف بودجه انکشافی را یک مشکل جدی عنوان می کند. او عدم برنامه ریزی دقیق در ادارات، ظرفیت پایین در ادارات، ضعف در کنترل پروژه ها، عدم مسئولیت پذیری ادارات، فساد و مداخلات زورمندان را به عنوان مهمترین دلایل مصرف نشدن بودجه می داند. خط آهن بین المللی امام نظر آقینک وصل کننده افغانستان به اروپا با حضور رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان در بندر آقینه ولایت فاریاب افتتاح شد. محمد اشرف غنی میگوید افتتاح این خط آهن با سرمایه گذاری صدها میلیون دلاری ترکمنستان به معنای اعتبار دادن آن کشور به آینده افغانستان می باشد. و از سوی دیگر ارتباط آقینه با شبکه ریل آسیایی قدم بزرگ در رشد اقتصادی آسیا محسوب می شود. رئیس جمهور ترکمنستان در مراسم افتتاح این راه آهن بر اهمیت آن در رشد اقتصادی، صلح و آبادی دو کشور تاکید می کرد. هشتم قوس روز تاریخی در تقویم افغانستان. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم گشایش خط آهن بین المللی امام نظر آقینه میگوید تا 3 سال آینده افغانستان دارای شبکه خط آهن خواهد شد. قدم نخست وصل کردن شیرخان بندر مزار شریف از طریق خط آهن است. سپس مزار و هرات وصل خواهند شد تا کشورهای چین و ایران از طریق خط آهن افغانستان به هم مرتبط شوند. آقای غنی بر تحکیم روابط منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای رشد اقتصادی، ترقی و مبارزه با افراطیت تاکید می‌کند. رئیس جمهور ترکمنستان جهت رشد اقتصادی، انکشاف و بهبود زندگی مردم افغانستان اقدامات نیک را انجام داده است. اشاره به اهمیت قاره‌ای خط آهن امام نظر آقینه میگوید بهره برداری از این راه اهمیت زیادی برای ایجاد شبکه حمل و نقل هماهنگ در اروپا و آسیا را داراست. میگوید این طرح همچنین برای رشد سیاسی منطقه اهمیت زیادی دارد. آقای محمدوف میگوید توسعه اقتصادی افغانستان فرصت‌های شغلی و امکان طرح‌های کلانتر را فراهم خواهد ساخت. کم شدن تروریسم و افرادگرایی و جلوگیری از گردش غیرقانونی مواد مخدر سرنوشت میلیون ها افغان را تغییر خواهد داد. احداث جاده ها، پایپلاین های گاز و تامین انرژی برق برای افغانستان
از برنامه‌های بعدی کشور ترکمنستان است و محمد دوف اطمینان می‌دهد که انرژی برق، حمل و نقل، بازرگانی و عمران هم در افغانستان گسترش خواهد یافت. با افتتاح ساختن راه آهن جدید، راه آهن بین قزاقستان، ترکمنستان و ایران هم یکی از جمله همین پلان‌ها و برنامه‌ها هست. خط آهن امام نظر آقینه نخستین پروژه بزرگ خط آهن افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان است که افغانستان را به بازارهای اروپایی وصل می‌سازد. قرارداد ساخت این خط آهن در سال 1391 از سوی حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین به امضا رسیده بود. این خط از ترکمنستان آغاز شده و 3.5 کیلومتر آن در خاک افغانستان از سوی ترکمنستان ساخته شده و قرار است تا اندخوی امتداد یابد. اتاق تجارت بلخ میگوید با گذشت 8 ماه از سال جاری خورشیدی نزدیک به 3000 تن میوه خشک شامل کشمش، بادام، پسته و چهارمغز از ولایت بلخ به کشورهای بیرون صادر شده است. مسئولان اتاق تجارت بلخ میگویند صادرات میوه خشک نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 33% افزایش را نشان می‌دهد. روسیه، ایران، عراق، ترکیه و قزاقستان کشورهایی‌اند که بیشترین درخواست برای میوه خشک صادراتی ولایت بلخ را دارند. مسئولان بخش صادرات اتاق تجارت بلخ میگویند در جریان 8 ماه نزدیک به 3000 تن میوه خشک از بنادر شمال به کشورهای روسیه، ایران، عراق، ترکیه، قزاقستان و شمار دیگر کشورهای آسیایی صادر شده است. محمد حسن انصاری مسئول صادرات اتاق تجارت بلخ میگوید به دلیل نبود بسته‌بندی معیاری هنوز هم میزان صادرات رضایت بخش نیست و تنها تعداد انگشت شمار از شرکت‌های صادراتی در ولایت بلخ هستند که خود را با معیاری‌های بین‌المللی هنگام ساخته و محصولات خود را صادر می‌کنند. در ظرف 8 ماه سال جاری اقلام صادراتی که ثبت اتاق تجارت بلخ شده به مقدار 2951 تن بوده. به گفته آقای انصاری میوه خشک صادر شده شامل کشمش، بادام، پسته، چارمغز، کشته، تخم خسته، توت خشک و جلغوزه است که ارزش صادرات این محصولات به بیش از 2 میلیون دلار رسیده است و ارزش 2,691,000 دلار را اتوا میکنه که این ارقام با مقایسه سال 1394 نظر به محاسبه که ما به ارزش دلاری کردیم، یعنی ما 33% افزایش داریم. بنادر شمال افغانستان پس از سقوط طالبان از رونق بی‌پیشینه برخوردار بودند، اما در چند سال اخیر با افزایش ناامنی‌ها در شمال میزان صادرات و واردات از این بنادر کاهش یافته است. خب بیننده های عزیز، این بود تعداد گزارشات که در طول هفته به دسترس ما قرار گرفته بود. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.